این نوا برای 8 سال موسیقی متن دوران جنگ بود. اسمش را مارش حمله گذاشته بودند. موسیقی که در ادامهش صدای محمود کریمی مجری آن سالهای رادیو خبری از جبهه ها می داد. و یا دکلمه حماسی مذهبی در ستایش جنگ می خواند. ما آفتاب سر ساید به نام عشق بخوانند انبیا با ما. مارشی که یکی از تهیه کنندگان اصلی رادیو جبهه آن سالها میگوید در زمان جنگ جهانی دوم ساخته شده بود. تو آرشیو مشغول شدیم، همه شروع کردیم به گشتن، از مارشای خارجی استفاده کردیم، مارشای جنگ جهانی دوم. اما این قطعه به گفته آهنگسازش در دهه 30 ساخته شد و پس از آن دسته های موزیک نظامی بارها آن را در مراسم مختلف اجرا کرده بودند. زمانی که ایران، پاکستان، انگلستان و ترکیه جزء پیمان سنتو بودند، قرار شد که اینها یه مارشای بسازن تو کشورها که وقتی میخوان جمع بشن بتونن از اون مارش ها استفاده کنن. در نتیجه بنده 11 تا مارش ساختم که هر 11 تاش قبول شد، از جمله یکی هم همین مارش شهریار بود. نوت مارش شهریار پس از انقلاب ایران با اسم حمزه 21 بین نوازندگان دسته های موزیک دست به دست می شد. به گفته یکی از مدیران وقت رادیو، این نوت مدت ها پس از آغاز جنگ به دست آنها می رسد و اسمش می شود مارش وحدت. در زمانی که جنگ بود مرتب می زشتم و پخش می کردن برای تهییج جنگجویان رشید ایرانی، و بعد این مارش دیگه در مواقع حمله مرتب نواخته میشد. از جمله یکی هم مارش فتح خرمشهر بود. خرمشهر شهر خون آزاد شد. من سهمم این بود که این مارش رو بسازم و قبلا ساخته بودم، اینها استفاده کردم. احساس غرور کردم که بالاخره تونستم یه قدم بردارم، ولی من از جنگ خوشم نمیاد، از زد و خورد خوشم نمیاد. از این نظر من احساس خوشحالی نمی کردم که در جنگ نواخته میشه. با شروع جنگ موسیقی مانند خیلی چیزهای دیگر وضعیت بلا تکلیفی داشت. موسیقی نظامی ایران ابزار لازم را برای تولید موسیقی رزمی و حماسی نداشت. همین موضوع باعث شد مانند دوران انقلاب آثاری با استفاده از گروه کر ساخته شود. جنگ اتفاق افتاد، خیلی سریعا بعدش در واقع مرکز سرود و فرهنگ‌های انقلابی یک با کمک از گروه ارکستر سمفونی تهران قطعات خیلی حماسی ساخت.
توی این 8 سال جنگ اتفاقی که افتاد مشخص شد در پخش کارهایی که صدا سیما میکرد. اولا این چه نوع انقلابیه، این خیلی انعکاس پیدا کرد در نوع موسیقی، در کلماتی که استفاده میشد، در روح اون موسیقی. حالا چه نوع واقعا انقلاب، اون قضیه خیلی مهم بودش و خیلی استفاده زیادی از المان‌های به خصوص مثل کور، مثل مارش، مثل نوحه خونی. می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر و شهید جوان. همچنان موسیقی چاوش که در جریان انقلاب در متن جامعه بود، کم کم بعد از حذف گروه‌های مخالف سیاسی به حاشیه رفت. کاروان شهید با صدای شهرام ناظری یکی از آخرین کارهای چاوش است که مضمونی اجتماعی سیاسی دارد. واقعا میشه گفتش که توجه زیادی بهشون نشد بعد از انقلاب و در زمان جنگ، و این ربط داشت به این قضیه که خب یه گروه، یه کادر خیلی به خصوصی اومده بودن سر کار که داشتن تعیین میکردن که این در واقع چه نوع انقلابیه و چطوری این انقلاب انعکاس بشه توی سرودها و موسیقی اون موقع که از صدا سیما پخش میشد. و در هر صورت بالاخره یه برچسبایی روی این گروه چاوش میذاشتن در قطعات، در مرحله های مختلف، حالا چه چپی چه این چه اون، که در واقع بهشون راه ندادن که بتونن یه بخش عظیمی رو از این موسیقی به خصوصا در اتفاقات جنگ بازی بکنن. بس که برادرا بعضش روزن، بابا جواب بدید یواش. البته همه نیستن، نه نخوردیم الان میده برو ساعت یه نار بخوریم، یکم محکمتر جواب بدید. دست یواش میره گردن کش، همشه مثل که حال نیست. درگیر بودن در جنگی که حکومت با آن انگیزه های مذهبی داده بود، نیاز به نوع دیگری از موسیقی داشت. اسطوره های مذهبی بیش از هر زمان دیگری در جامعه تکثیر پیدا کردند. کریبلا کریبلا منزل عشاق خدا می باشد، کریبلا کریبلا منزل عشاق خدا می باشد. نوحه خوانی که ریشه در عزاداری امام سوم شیعیان دارد، در این دوران شکل دیگری به خود گرفت. این شکل از مرثیه خوانی مذهبی که تا قبل از جنگ در مساجد و تکیه ها اجرا می شد، تبدیل به ابزاری مهم برای برانگیختن سربازان شد. یکی از معروفترین چهره های این سبک صادق آهنگران بود. ولی لشکر صاحب زمان نوحه‌ای بود که شهرت زیادی در آن زمان پیدا کرد و بارها در زمان جنگ از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. نوحه خوانی‌هایی که اتفاق می‌افتاد و هنوزم اتفاق می‌افته هیچ وقت از درون یه جعبه سیاه نمیان. اینا همشون ریشه دارن توی ملودی‌های محلی، توی موسیقی‌های محلی در ایران که بالاخره خیلیشون هم ریشه‌های مذهبی دارن یا ریشه‌های فولکلور دارن و مداحان همیشه استفاده کردن از این ملودی‌ها. به خاطر همین الان وقتی مثلا می‌بینیم که مداحان جمهوری اسلامی از ملودی‌های هایده استفاده می‌کنن، خیلی جای تعجبی نداره، چون اینا همیشه بالاخره دسترسی، یعنی دست می‌یابن به ملودی‌ها و آهنگایی که بین مردم ایران محبوب هست و مردم باشون خاطره دارن. محمد نبودی یکی از آن کارها بود، قطعی با فضای نوستالژیک. محمد
شعرش به یاد محمد جهان‌آرا یکی از سرداران جنگ که زاده خرمشهر بود سروده شد. غلامعلی کویتی پور هم با استفاده از یکی از ملودی‌های عزاداری بوشهری آن را خواند. اما پیش از او جهانبخش کردی‌زاده معروف به بخشو نوه سرای بوشهری از این ریتم استفاده کرده بود. موسیقی دوران جنگ ایران و عراق برگرفته از شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزها بود و ابزاری در خدمت تبلیغات جنگ. اما کارهایی که در این دوره ساخته شد هر کدام به نحوی روی موسیقی پس از آن تأثیر گذاشت و برای نسل جنگ روایتگر خاطره‌های تلخ شد. کاوه مشکات، بی بی سی.